سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های رویای تنها مهمون خونه‌هاتون هستیم. امروز هم با حضور خانم فروزان در خدمتتون هستیم با یک صبحونه خوشمزه دیگه. خانم فروزان سلام. بله پویا جان، من امروز صبح رفته بودم بازار میوه واسه خرید روز و این آووکادوی رسید و خوشمزه به من چشمک می‌زدم و نتونستم از کنارشون بگذرم، چون واقعا فصلش هم هست، همشون رسیده هستن. برای صبحونه است دیگه این غذا؟ بله این غذا برای صبحونه است که پوره آووکادو با حالومی کباب شده روی نون توسته و یه سس مخصوصی هم داره که روش می‌ریزه. حالا من یه سوالی دارم، ما هر دفعه میریم از این آووکادو بگیریم، این یا کال در میاد یا وسطش یا خیلی نرمه، اینو شما از کجا میفهمید مثلا این آووکادو خوبه برای غذا درست کرده؟ یه روش خیلی ساده ای داره که این مثل دکمه که این تای آووکادو هستش. یه دکمه اگه... بله دکمهشو میزنید. نه این دکمه اینو یه کمی فشار بدید، این یه حالت فنرمانن تو میره، چون نمیتونید آووکادو رو اینجوری برید له کنید تو بازار، از مغازه میندازنتون بیرون. یا همین از این که فشار بدید متوجه میشید که رسیده. پس این دکمهش یه فشار میدید، اگه منفجر نشد یعنی رسیده از خوب. بله بله. خب الان من اینا رو آماده میکنم و دوباره نونو میسپارم به شما. بله خواهش. اسم صبحونه چی شد؟ پوره آووکادو با حالومی کباب شده روی نون توست. پس می‌بینیم. خب بینندگان عزیز، برمیگردیم خدمت خانم فروزان تا روش تهیه این صبحونه خوشمزه رو به ما نشون بده. خانم فروزان، الان باید چه کار کنیم؟ الان خب نونمونه که گرفتیم، این نون اسمش چی بود؟ همین نون با زیتونه. نون و زیتون. اسم نون، نونش خیلی خوشمزه است. یه کمی روش سفته. من اون دفعه می‌خواستم نونا رو ببرم، ولی این طعم خیلی خوبی داره. داخلش زیتون هست، یه طعم ترشی خیلی خوبی داره. خیلی هم خوشمزه است. حتما بگیرید امتحان کنید. خب الان آووکادو رو بخواید ببرید، بله. این بریدنش و خرد کردنش، اصلا جدا کردن هستش این چیزا رو میشه؟ بله حتما. چرا که نه. این آووکادو رو معمولا از وسط اینجوری برش میدیم. آووکادوش دیگه خیلی رسیده است. بعد این حالت میچرخونیم، جداش میکنیم. بعد یه چاقو تیز هم نباشه کار انجام میده، اینو به این حالت میزنیم روی هسته آووکادو و میچرخونیم در میاریم، به خاطر اینکه این بهترین روشیه که خیلی تمیز در میاد. بعد یکم پایین هم کارو بکنیم. من اونو بریدم، فقط شما میتونید اگه دوست دارید هسته شو بردارید. این حرکت هسته خیلی جالب بود. آره بعد میچرخونیم. اوکی خیلی راحته. خب بعد همین هستش رو بذارید اینجا. بعد حالا میتونید زود با قاشق این گوشت آووکادو رو به این حالت راحت، خیلی راحت در بیارید. اونطور اینا چون خیلی خوب رسیده در بودنش خیلی راحته. اون زامنش خیلی مهمه. بعد همین رو، این هم خیلی صبحونه راحت و آسونیه، دوباره برای آخر هفته برای دوستان یه صبحونه خیلی عالیه و آووکادو که خیلی پر از مواد مغذیه و پر از ویتامینای عالیه، که چون که پر از ویتامینای بی و کا و ایه برای خانوما و آقایینی که به اندازه خانوما به شکل و قیافشون اهمیت میدن. واسه پوست خوبه. عالیه. برای موی شفاف و پوست عالیه. ولی اینو دیگه میسپارم به شما. همینجوری اینو به هم میزنید تا من لیمو رو آماده کنم. آره سسش این الان داری پوره آووکادو رو آماده میکنی که نصف لیمو ترشو
آبش رو لازم داریم. هم که شما دارید به هم میزنید من حساسش رو در میارم. این خیلی همش ببینید له له بشه. بله نه دیگه باید پوره بشه. بعد من آب لیمو رو میریزم. این حساسش رو اگه زحمتی نیست بله بردارید. من ندیدم اونا رو. معمولا من پوره آووکادو درست میکنم نمک و فلفل سیاه هم میزنم، ولی الان چون حالومیمون خودش نمکی هستش به خاطر همین دیگه لزومی نداره، فقط همین بسته. خوبه؟ بله همینجوری یه خورده بیشتر به هم میزنید. بعد واسه حالومی هم که قسمت اینجوری برش میدیم، چون اینا رو میخواییم کباب کنیم، هرچی نازک در باشه خب مسلما زودتر میپزه و طلایی رنگ میشه. پنیر حالومی خیلی خوشمزه است، حتما بگیرید امتحان کنید. بله وقتی پخته بشه طعم خیلی خوشمزه‌ای داره. بعد واسه سوسمونم که میخواییم از آب لیمو ترش استفاده کنیم با پیاز فرانسوی، پیازچه فرانسوی با فلفل قرمز. این پیازه با پیازه فرق نمی‌کنه یا مزه‌اش؟ نه تو خیلی از غذاها حتما فرانسوی باشه نمیشه این پیاز مثلا. چرا خیلی پیاز قرمز میزنم ولی من اینو بیشتر ترجیح میدم، چون حتی برای پاستا که من میپزم از این استفاده میکنم، خیلی طعم خوبی داره و به جای سیر هم میشه استفاده کرد. حالا ما اینا رو آماده میکنیم تا قسمت بعدی. تو این فاصله ای که قطع کردیم رفتیم گازمون رو آوردیم، مایتابه رو گذاشتیم، شعله الان روشنه. خب خانم فروزان الان باید پنیر رو سرخ کنیم. بله پنیر رو با روغن زیتون سرخ می‌کنیم. چقدر می‌ریزیم؟ یه خورده کوچولو می‌ریزیم که کافیه. یه خورده بیشتر این بارا بریزید. مرسی. بسته. خیلی ممنون. بله الان یه خورده تا این داغ بشه من برای مواد سس پیازشا رو خیلی ریز خرد کردم که اینا رو می‌ریزم توی ظرف شیشه‌ای. این برای سسش هست دیگه؟ بله سس پیازشا و فلفل اسم مخصوصی نداره ولی به نهایت خوشمزه میشه. من فلفل قرمز با پیازشا رو می‌ریزم. بعد برای سس نصف آب لیمو رو لازم داریم و نصف تراشه پوست لیمو. بعد من این بخورده از این لیمو الان میتونید بله پنیر رو اضافه کنیم. این تراشه پوست لیمو ترش یا لیمو معمولی رو خیلی تو غذا میریزن چون خیلی مزه خاصی میده. من خودم خیلی دوست دارم و وقتی که با لیمو و روغن زیتون همش میذارید مخلوط میشه این هم حیات خوشمزه میشه. میفهمید که فرصت هم من نونا رو خوردش کنم؟ بله بله مرسی. پنیر رو گذاشتیم یه طرفش. چقدر باید طول بکشیم پنیر رو؟ تا طلایی رنگ بشه. طلایی رنگ بشه دیگه نسوزونید به نظرم بسته. این تراشه ها رو می‌ریزم توی مواد سسمون. بعد کمی روغن زیتون اضافه می‌کنم. این نونا رو همونجوری مورم؟ بله همونجوری ببرید، ولی شاید اگه وقت باشه می‌تونیم نونا رو توست کنیم. همینشم خیلی خوشمزه هستیم دونه. آره گفتم اینا زیاد پستم نشه اوکیه، ولی خب واسه این غذا بعد آب لیمو هم گونه پست میریزیم. در کاری که میکنیم تمام میتونم آمان ولی این چاقو بهتره. بعد این سوس رو قشنگ خیلی خوب مخلوط میکنیم که آب لیمو و زیتون، آب روغن زیتون حسابی جذب مواد بره. با
خب اول این سسمون هم آماده است و کمی صبر میکنیم که پنیرامون کبابی بشن. پنج دقیقه که گذشت ما پنیرامون سرخ کردیم، الان روش اگه نگاه کنید میبینید که حالت طلایی رنگ خیلی قشنگی داره، بوی خوبی هم داره. الان نونامون هم بریدیم به این حالت آری بریدیم. الان نوبت دیگه خانم فروزان هستش که سسشو برامون اول میخوام که این از یا چند تا تیکه نون روی این بشکه بی زحمت بذارید. دو تا تیکه بسته؟ آره برای دو تا خوبه. بعد چون این هالومیا اندازه شون رو من یه خورده درشت برش دادم، با قیچی یا با چاقو میتونید اینا رو به قطعات که خودتون دوست دارید ببرید. بعد پویا جان تا من اینا رو دارم میبرم، اگه زحمتی نیست میتونید پوره آووکادو رو روی این رو بذارید. خیلی ممنون، مرسی. این احتیاج ندارید؟ نه دیگه. چقدر یه قاشق بسته؟ نه خیلی، مثلا میتونید الان یکیشو بهتون نشون میدم. این نونا کمی نازکه ولی خب هر نون توستی میتونید استفاده کنید. من خب چون این نونا رو دوست دارم اینا رو برای امروز انتخاب کردم. این نوناش خیلی خوشمزه است، طعم خوبی داره. توش هم چیز هست، زیتون هست، زیتون قرمز هست. میتونید بعدی شما انجام بدید. تا پویا مشغول آووکادو گذاشتنه، من نصف آووکادو این پنیرا رو اینجوری میچینیم. بازم درست کنم یا کافیه؟ نه بسته. پنیرها رو میچینیم روی پوره آووکادومون. بعد کاری که میکنیم، سسی که قبلا درست کردیم گذاشیم کنار رو، خیلی آهسته روی پنیرهای خوشمزه کباب شدمون میریزیم. همونجور که دیدید خیلی رنگارنگی و خیلی هم ساده است درست کردنش. بعد وقتی که سسمون رو گذاشتیم، گشنیزی که داریم، گشنیز خرد شده، خردش کردم. بله من خرد کردم گشنیز، همینجوری برای تزیینش و مزه خوبش استفاده میکنیم. بعد دیگه دوباره با زمین رو که برای دوستاتون درست کنید دیگه حالا املت و تخم مرغ نمیخوام بخورن، چون این غذا بی نهایت خوشمزه است. خیلی شکل قشنگی داره، بوی خیلی خوبی داره، طعم خوبی هم داره. حتما من بهتون قول میدم که خیلی غذای خوشمزه ایه. پس این شد پوره آووکادو با حالومی کباب شده و سس پیازشه فرانسوی و فلفل و گشنیز. خب دوستان عزیز، تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.